مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 90 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها ثبت کرده است که شامل تهدید و بازداشت میشوند. این مرکز روز پنجشنبه 28 تیر نتیجه یافته‌های خود را از اول ماه ژانویه 2024 تا ماه ژوئن همین سال منتشر کرده است. این مرکز افزوده است که از میان 90 مورد ثبت شده 60 مورد آن شامل تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران می‌شود و 29 مورد دیگر صرفاً بازداشت خبرنگاران را در این مدت نشان می‌دهد. این مرکز تصریح کرده است که در 6 ماه نخست سال جاری طالبان 7 رسانه از جمله 2 تلویزیون در کابل، 2 رادیو در غزنی، 1 رادیو در لغمان و 2 رادیوی دیگر در استانهای خوست و پرمان را مسدود کردند. به گفته مرکز خبرنگاران، از میان خبرنگاران بازداشت شده 1 خبرنگار در استان غزنی هنوز در زندان طالبان به سر می برد. یافته های این مرکز نشان می دهد که فشار طالبان بر رسانه های آزاد افزایش یافته است. این مرکز خاطر نشان کرده است که در برخی اداره های طالبان از جمله استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در امور رسانه ها دخالت می کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان همواره خبرنگاران را بازداشت کرده و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای رسانه‌های داخلی وضع کردند. همراه هستیم با آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا. سلام، خوش آمدید. آقای رئیس‌زاده، چرا طالبان فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را روز به روز بیشتر می‌کند؟ با سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای محمدی. در ابتدا باید بگویم که طالبان به دنبال کنترل اطلاعات و روایت‌های منتشر شده است که نه تنها اخباری که مطابق با منافع و ایدئولوژی آنهاست به دست مردم برسد، حتی این را کنترل میکنند که تا تصویر مثبتی را از خود در جامعه افغانستان و جامعه جهانی ارائه بدهند. و از انتشار اخبار منفی یا انتشار اخباری که مخالف ایدئولوژی طالبان باشد جلوگیری میکنند. از جانب دیگر رسانه ها میتونند که مردم را آگاه کنند و به بسیج اجتماعی و اعتراضات منجر شوند. طالبان با سرکوب رسانه ها از یعنی اطلاعات که میتونه باعث افزایش نارضایتی و مخالفت عمومی شود، طالبان جلوگیری میکنند. و همچنین باید بگویم که رسانه ها ممکن است که اطلاعات را منتشر کنند که به ضرر عملیات نظامی و استراتژیک طالبان باشد. با کنترل و سرکوب رسانه ها توسط طالبان تلاش میکنند که این خطرات را به حد اقل برسانند. بله، شما چه اقداماتی را برای حذف یا کاهش فشارهای طالبان به رسانه ها پیشنهاد میکنید؟ در قدم اول سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای حامی حقوق بشر باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی را بیشتر بکنند به طالبان تا حقوق خبرنگارا و رسانه‌ها رعایت شود. قدم بعدی هم به نظر من این است که ارائه آموزش‌های لازم به خبرنگارها برای کار در شرایط خطرناک و استفاده از فراوری‌های امن برای ارتباطات می‌تواند که کاهش خطرات کمک کند. و همچنین تامین تجهیزات حفاظتی هم برای خبرنگارا در طول جذب خبرشان یا نوشتن خبرشان یا محل آگاهیشان یا محلی که اینا میرن خبر تهیه میکنن، باید این تجهیزات برای اینا داده شود. در ادامه باید بگویم که توصیه و حمایت از پلتفرم های دیجیتال و آنلاین که تحت کنترل مستقیم طالبان نیست، میتونه که به ادامه جریان اطلاعات خبرنگارا کمک کنه. این پلتفرم ها میتونه که شامل رسانه های اجتماعی باشه، شامل وبسایت ها باشه و شامل اپلیکیشن های خبری باشه. البته که مستندسازی دقیق و انتشار گزارش های نقض حقوق بشر توسط طالبان هم میتونه به جلب توجه جهانی و افزایش فشار بر طالبان کمک کنه. این گزارش ها باید به سازمان های حقوق بشر و رسانه های بین المللی فرستاده شود تا فشار بیشتر علیه طالبان صورت. ممنونم از شما آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا.